تاریخ همیشه سعی میکنه که قتل‌ها رو پنهان کنه، اما بعضی از داستان‌ها اینجوری نیستن که بشه فراموششون کرد. به جهانی پر از عشق، قدرت و خیانت با زمینه ساخته شده از زرد و رنج خوش اومدید. نبرد بین اشرف پهلوی و لئون پالانچیان، رابطه تلخ که با مرگ لئون آروم آروم کشف میشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. در میان مردانی که با اشرف رابطه داشتند، یا در واقع اشرف با آنها رابطه داشت، چند نام بسیار مشهور مشهود است، مثل جهانشاهی که دوره‌ای وزیر کشور بود و دوره‌ای هم به رئیس دفتر اشرف منصوب شده بود، پرویز راجی سفیر ایران در انگلیس، پسر تیمورتاش ملک فاروق، بهروز وثوقی، ذوالفقار بوتو، ابوالحسن ابتهاج، تقی امامی و بسیاری از چهره‌های دیگر که این بجز سه همسرش یعنی علی قوام، احمد شفیق و مهدی بوشهری. اما ماجرای لئون پالانچیان از همه عجیبتر و جنجالی‌تر بود. مهندس بلند بالا و زیبا روی ارمنی که یکی از پیمانکاران اصلی ساخت جاده حراز بود و مورد توجه ویژه اشرف قرار داشت، از سال 38 با او به چند سفر رسمی و غیر رسمی خارجی دیگر هم رفته بود. لئون فارغ التحصیل دانشگاه تهران و تحصیلات تکمیلی در انگلیس و آمریکا بود. او برآمده از یک خانواده ثروتمند. آن زمان‌ها که درباریان از کارهای اشرف با یکدیگر حرف می‌زدند، ماجرای رابطه اشرف با لئون به گوش محمد رضا شاه رسید و در سال 39 محمد رضا عصبانی از رابطه آشکار اشرف و پالانچیان به سپهبد نصیری که رئیس گارد شاهنشاهی بود دستور داد که از ورود لئون پالانچیان به کاخ سعدآباد جلوگیری کنه. این اتفاق افتاد و اشرف آنقدر عصبانی شد که موجبات عزل نصیری را فراهم آورد. به هر حال پالانچیان با رانت اشرف موقعیت‌ها و پروژه‌های شغلی متعددی را در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به دست آورد، از جمله همان پروژه معروف جاده حراز. در دهه 40 ملاقات‌های عاشقانه اشرف با پالانچیان به باغ مجلل پالانچیان در پل رومی منتقل شد، آن هم در ساعت‌های مختلف روز و در پیش چشمان و گوش‌های همسایگان این باغ ویلایی. طبق روایت‌های تاریخی حد زده می‌شود که حدود سال 47 روابط پالانچیان و اشرف نیز تیره شده بود. پالانچیان 37 ساله بود و اشرف 49 ساله. پالانچیان حالا فوق‌العاده ثروتمند بود و دیگر نیازی به اشرف نداشت. این تیرگی روابط مدتی ادامه داشت و از قرار پالانچیان پایش را در یک کفش کرده بود که دیگر با اشرف رابطه نداشته باشد و از نظرش همه چیز تمام شده بود. و از طرفی هم بیقراری و بیتابی‌های اشرف هم تغییری در نظر پالانچیان ایجاد نکرد. البته که اشرف در این سالها همسر مهدی بوشهری بود، اما توافق کرده بودند که زندگی مستقلی داشته باشند. به هر حال با ادامه لجبازی‌های پالانچیان، اشرف دست به دامان نصیری رئیس ساواک شد و از او خواست که پالانچیان را دستگیر کند تا لئون بفهمد که کتنه کیست. نصیری که سابقه عزل از فرماندهی گارد را با اعمال نفوذ اشرف در خاطره خود داشت، به شدت از این دستور دستپاچه شد و به فردوس رجوع کرد و از قرار گرفتنش در یک موقعیت ناجور گلای کرد. او از واکنش محمد رضا میترسید، اما هرچه بود این دو راهی تمام شد و محمد رضا که شخصا دل خوشی از پالانچیان نداشت، بر سر دستگیری آقای مهندس توافق کرد. نصیری پالانچیان را دستگیر و یک هفته حبس می کند. بعد از آزادی اشرف دوباره بخت خودش را امتحان می کند، اما مهندس ارمنی این بار لجبازتر از قبل بر پاسخ منفیش پافشاری می کند. اما در سوم مرداد 48 یک مهمانی در کاخ سلطنتی در نوشهر برپا شد، همان کاخی که پالانچیان در دوران روابط خوشش با اشرف به شکل اختصاصی برای او ساخته و به او هدیه کرده بود. طبق نقشه از پیش تعیین شده، مجید بختیار که یکی از دوستان مشترک اشرف، لئون و از اقوام ملکه ثریا سابق بود،
مأمور شد تا مهندس را با خودش به این مهمانی بیاورد. پالانکیان که آن زمان نمایندگی فروش هواپیماهای دو نفره سسنا را در ایران داشت و خودش هم خلبان ماهری بود، همراه با مجید بختیار سوار بر هواپیمای شخصیش عازم مهمانی شد. مدتی در مهمانی خوش گذراندند تا اینکه بر طبق نقشه قبلی پالانکیان مست و پاتیل را به یکی از اتاقهای طبقه بالا بردند و اشرف در آنجا به سراغش رفت. اما پالانکیان حتی در مستی هم از اشرف فرار کرد و او را پس زد. فردوس در خاطراتی که بعد از انقلاب نوشته اشاره می کند و در آن می گوید که به دستور اشرف ماموران ساواک هواپیمای لئون را دستکاری می کند. به این تصور که فردا صبح در راه بازگشت به تهران به کوه برخورد کند. اما همان نیمه های شب لئون به مجید بختیار می گوید که می خواهد بر فراز دریای خزر در شب پرواز کند. چند ساعت بعد مردم محلی در سقوط یک هواپیمای کوچک در ساحل نور خبر می دهند و پالانکیان و بختیار در این سانحه هوایی دلخراش کشته شدند. اسدالله علم در خاطراتش در مورد آن شب می نویسد: سه‌شنبه 21 مرداد 48 صبح به مجلس فاتحه مجید بختیار رفتم که با هواپیمای شخصی به اتفاق دوست خودش مهندس پالانکیان در دریای مازندران سقوط کرده و مرده بودند. پالانکیان دوست نزدیک شاهدخت اشرف بود. این واقعه چند روز پیش اتفاق افتاد ولی جنازه او اخیراً در دریا پیدا شد. من نمیدانم که ظاهر امر چه بود که نصف شب مست خواسته با هواپیمای کوچک از رامسر به تهران بیاید. هرچه بود آن دو مردند و این واقعه گذشته. اما اگر اشتباه نکنم شانس و بخت شاه را بزرگ میدانم، چون این دو فرد به ظاهر دوست و به باطن دشمن بودند و به سزای خود رسیدند. خیلی ممنون که تو انتهای ویدیو همراهمون بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید.